فاجعه کرونا در ایران آمار جانگداز قربانیان در 533 شهر از 242 هزار نفر بیشتر است 165 شهرستان در وضعیت قرمز و نارنجی 246 شهرستان زرد و 25 استان در هشدار وضع قرمز هستند نمکی روزهای سختی در پیش است. دانشگاه های پزشکی به شدت نگرانند. مهار خیز چهارم مشکلتر و سربازان مدافع خسته ترند. وزارت بهداشت رژیم جانباختگان در 24 ساعت گذشته 117 نفر یعنی بالاترین آمار در سه ماه و بیماران در آی سی او برای اولین بار بعد از دو ماه از چهار هزار نفر بیشتر شده است. طی روزهای آتی باید شاهد بالاتر رفتن آمار فوت شدگان باشیم. توکلی نگران پر شدن ظرفیت تخت های بخش های آی سی او در تهران هستیم. دانشگاه پزشکی کاشان تعداد بستری ها در مقایسه با اول فروردین 100 درصد افزایش داشته است. دانشگاه پزشکی اصفهان موج چهارم کرونا کشنده تر است. بیماران جدید از 250 نفر در اول فروردین به 1400 نفر رسیده و بستری ها دو برابر شده است. به طور غیرقابل باوری سرعت شیوع کرونا افزایش یافته و تمام بیمارستان به کرونا اختصاص می یابد. سازمان مجاهدین خلق ایران بعد از ظهر جمعه 13 فروردین 1400 اعلام کرد آمار جانگداز جانباختگان کرونا در 533 شهر از 242 هزار نفر بیشتر است. شمار قربانیان در آذربایجان شرقی به 9643 نفر، در البرز به 5993 نفر، در اردبیل به 3002 نفر، در اسفهان به 15755 نفر، در بوشهر به 2444 نفر در تهران، به 55871 نفر در چهارمحال و بختیاری، به 1945 نفر در خراسان جنوبی، به 2351 نفر در خراسان رضوی، به 15625 نفر در خراسان شمالی، به 3653 نفر در خوزستان به 14249 نفر، در زنجان به 2615 نفر، در سمنان به 4225 نفر، در گلستان به 6235 نفر، در گیلان به 8481 نفر، در مازندران به 10320 نفر، در هرمزگان به 2705 نفر و در همدان به 5543 و و و نفر رسیده است. سخنگوی وزارت بهداشت در آمار مهندسی شده خود شمار جانباختگان در 24 ساعت گذشته را 117 نفر اعلام کرد که بالاترین آمار در سه ماه گذشته است. بیماران بستری در آی سی نیز بعد از دو ماه از 4000 تن بیشتر شده است. وی همچنین گفت روند ابتلای به بیماری در تمامی استانهای کشور به جز خوزستان سعودی شده و ما شاهد افزایش تعداد شهرستانهای قرمز به 46 و شهرستانهای نارنجی به 119 شهرستان هستیم. همچنین دویست و چهل و شش شهرستان در وضعیت زرد هستند و تنها سی و شهرستان در وضعیت آبی باقی ماندند. تعداد مبتلایان به شکل نگران کننده ای رو به افزایش است و مطمئنا طی روزهای آتی باید شاهد بالاتر رفتن آمار فوت شدگان بیماری هم باشیم. نمکی وزیر بهداشت رژیم گفت در روزهای گذشته با رؤسای خسته و دلشکسته دانشگاه های پزشکی تماس داشتم. به شدت نگرانند. بیمارانشان در حال افزایش و تختهایشان در حال پر شدن است. در این خیز جدید، زنجیر محال قول ویروس جدید گسسته تر است و خود و, خود و سربازان مدافعشان خسته تر. روزهای سختی در پیش است. خبرگزاری نیروی قدس نوشت 25 استان کشور در وضعیت هشدار قرار دارند. وزارت به بهداشت رسما اعلام کرده که آزربایجان شرقی، آذربایجان غربی، ایلام، بوشهر، خراسان رضوی، خوزستان، زنجان، کردستان، کرمانشاه، گلستان، مازندران و هرمزگان در وضعیت قرمز قرار دارند. استانهای تهران، فارس، اردبیل، اصفهان، البرز، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، کرمان، کوهگیلویه و بویراحمد لرستان، لورستان، همدان یزد و خراسان شمالی نیز در وضعیت هشدار قرار گرفتند در تهران توکلی معاون ستاد کرونا در تهران گفت نگران پر شدن ظرفیت های تخت های آی سی او هستیم از هفته ای آینده بیمارستان های قی... بیمارستان ها زیر بار بیماران غیر کووید هم خواهند رفت و همین باعث نگرانی ماست خداکرمی رئیس کمیته سلامت شورای شهر گفت روز چهارشنبه 11 فروردین 39 نفر و روز سهشنبه 10 فروردین 38 نفر بر اثر کرونا در تهران جان باختند در خصوص مشکل کمبود قبر در بهشت زهرا گفت مشکلی فعلا نداریم و همچنین تعدادی قبر استراری وجود دارد و به دنبال ایجاد گورستان جدیدی برای تهرانی ها هستیم در اصفهان مدیر روابط عمومی دانشگاه پزشکی کاشان گفت تعداد بستری ها در بیمارستان بهشتی کاشان در مقایسه با اول فروردین 100 صد درصد افزایش داشته است. معاون دانشگاه پزشکی اصفهان گفت موج چهارم کرونا کشنده تر است. در روز اول فروردین 250 بیمار جدید شناسایی شده اما تعداد بیماران در روزهای گذشته به 1400 نفر رسیده است. در ده روز گذشته بیماران بستری در استان دو برابر شده است. به طور غیر قابل باوری سرعت شیوع کرونا در استان افزایش یافته است. در یک سال اخیر چنین تجربه ای با ادامه این روند کشنده تمام بیمارستان استان به بیماران مبتلا به کرونا اختصاص می‌یابد. در گیلان معاون دانشگاه پزشکی به افزایش 80 درصدی بیماران کرونایی در استان اشاره کرد و گفت تعداد بیماران بدحال نیز به همین میزان افزایش یافته است. در بوشهر رئیس دانشگاه پزشکی گفت تعداد مبتلایان به کرونا در استان نسبت به دی 1399 هشت برابر شده است. در فارس نماینده شیراز و زرقان در مجلس ارتجا گفت استان فارس به شرایط سخت روزهای اول کرونا بازگشته است. ضروری است که هرچه سریعتر مسئولان و متولیان تدابیر لازم را در خصوص مدیریت کرونا اتخاذ کنند. استان فارس به حال خود رها شده است و موضوع مدیریت کرونا در استان به صلاح نیست. شرایط بدتر هم خواهد شد. اگر تدابیر و اقدامات پیشگیرانه نداشته باشیم، آمار بیماران بیش از ظرفیت بیمارستان هاست. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 13 فروردین 1400